با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهوانی هستم. در این 30 روز از 10 ماه در 13 سال 3000 ارزم بزرگ شما، امیدواریم که فردا آقای سپاسی حالشون بهتر بشه و بتونن برگردن. دکتر من ایشون کرده از صحبت کردن، بنابراین ما آرزو میکنیم که ایشون سلامتیشون رو اول به دست بیاورند و بعد بتوانیم با ایشون برنامه خوب رو دنبال بکنیم. این از اول. دوم هم که برخی از دوستان بسیار گلایه‌مند هستن از اینکه ما یعنی سعید بهوانی برنامه هاش کم شده است. بعضی از دوستان برسانم که تا که از جانب معشوق نباشد کششی، کوشش عاشق بیچاره به جایی نرسد. امیدوارم که به حال این کمک کنه به ما و بدانیم که علت العللش کدام است. خیلی تلاش کردیم که به صورت در حقیقت خطی رو رفتیم که دیگران هم رفته بودن و موفق بودن، ما هم تلاش کردیم که اون کار رو انجام بدیم، ولی ظاهرا بنا به 1001 دلیل که همون دلیل اولش این است که توپ رو نداشت، توپ چی موفق نبودیم، یعنی اون بحث اینتراکشن بود و بعضا دوستان از طریق تلفن‌های مخفی و پیچیده و اینا پیغام میذارن. خوب است که گفتیم همیشه که راه آزادی از شجاعت میگذرد. اگر بخوای آزاده باشی باید شجاع باشی. بنابراین تلفنتو بپیچونی و مخفی کنی و بعدم مدعی بشی که من تصادفی این برنامه رو دیدم. داستان ما قریب 13-14 سالی که باش آشنا هستیم. تصادفی داشتم رد میشدم از تو کوچه، یهو صدای برنامه تو رو شنیدم، داشتی اینطوری میگفتی، ولی بعد تو همون کلمات میبینی که نه بابا، اون برنامه های قبل و 3 ماه قبل و 6 ماه پیش و پارسال رو هم بهش اشاره میکنه، تصادفی در کار نبوده است. و اگر بخوای که در حقیقت محیطت رو تغییر بدی، راه منطقی و صحیح و اصولشان است که خودت رو تغییر بدی. و تا زمانی که ما نتونیم تک تکمون خودمون رو تغییر بدهیم، یقیناً امکان این که محیط پیرامونی ما تغییر کنه وجود نداره. و دروغی که از بلایایی است که بر سر ما فرود آمده است. باز هم به 1001 دلیل. دلیل اولش هم حکومت است. موضوع جالبی بود بین این تیکه ویدیویی که برات پخش کردم، عرض ما نشدیم پاسخ آقای مشیری بعدش چه بود، همین یه تیکه رو برام توی ویدیوش بود. جامعه مدنی یعنی چی؟ که آقای نوریزاده مدعیست که جامعه مدنی ایجاد شده. با یه بزرگی، با یه فریخته امروز صحبت میکردم، نکته بسیار مهمی رو به من یادآور شد و گفتش که هرچی که بوده در اون دوران 57 سال پهلوی، کارهایی که در زمینه علم و ساینس در حقیقت به طور مجموعش صورت گرفته، نانیست که امروز جمهوری اسلامی از اون در حقیقت بهرمند می شود. یعنی شما وقتی نگاه میکنی اینی که پزشکای حاذقی رو ایران داره، مهندسین، آرشیتکت، تو این زمینه ها که نگاه میکنی اینی که بسیار بسیار قوی هن، تن میزنن با بزرگان دیگر. اشاره کردم که خب این به خاطر این که از اسکولای غربی درس گرفته. گفت خب سایر ملل هم از اسکولای غربی درس گرفتن، تو مدرسه های غربی درس خوندن، ولی نشدن. چرا؟
این موفقیت رو نداشتن، علتش بنیادهایی بوده که تو اون مملکت در حقیقت پایریزی شده بوده. اما گره اصلی در حقیقت اونجایی است که ما به علوم انسانی میرسیم. در علوم انسانی که علوم بومی است، ما بسیار بسیار عقبیم از جهان و هیچ کار به روزی انجام نمی شود. تاریخ برای ما تعریف می کنه که در دوره مشروطه چقدر تلاش شده که بتواند این رو به روز برساند. مثلا بحث آخونزاده یا طالبوف و اینها یا آخان کرمانی در مورد ادبیات، نمایشنامه نویسی، شعر نو، شعر سپید که ما از توش مثلا نیما رو بعد بیرون میزنه، جلوش میشه نیما، بروزشه در حقیقت، تولدشه. ولی دوران بارداری، لقا، اینا در دوره پیش از نیما انجام شده است و نیما در یک در حقیقت مولود این طرح و پیشنهاد بوده است. اما علی ای حاله میبینی که اون تلاشایی که شد مثلا نمایشنامه نویسی کنیم، یا مثلا فرض کنید که در نگارشمون چه تغییری بدهیم، جریده شریفه غریبه مرحومه مقصوره فلان اینا رو یک کلام بریزا روزنامه اینجوری گفته بوده، حسن به حسین این را گفت، ساده کنید که مردم معمولی هم بتوانند بخوانند و بفهمند که آقا موضوع چیست. و تو این زمینه ها متاسفانه کار نشد، به خاطر اینکه اگر تو این زمینه کار میشد طبیعتاً رشد سیاسی صورت میگرفت و در پناه رشد سیاسی توسعه اقتصادی جلوه بهتری میکرد. همین مسائلی که مطرح میکنه به عنوان نمونه میاره. خب اگر که فرض کنید که در همون دوران پهلوی اگر از بزرگان در یه مؤسساتی مشارکت نمیکردن، اون مؤسسه نه تنها به جایی نمیرسید، بلکه مثل مهندس ارجمند سرش به چاه میرفت، از بین میرفت، که بعدها پسرانش کاخونه های ارج و ارجمند و اینا رو در ایران درست کردن. نیست، اونجا گرفتاری، توی علوم انسانی گرفتاری، اونجا گیر میکنی. چرا که برایش آسون تره، برای دستگاه حاکمم آسون تره که ما بریم مثلا چه میدونم دوره سلجوقیان رو بررسی کنیم، ادبیات در اون دوره رو مثلا بازخوانی کنیم، چه میدونم بریم راجب سنگوری حرف بزنیم مثلا، ولی نیاییم به موضوع روز مثلا راجب عارف و عشق و اینا زیاد حرف نزنیم، اینا رو هیچی راجبشو نگیم. تا دارید میخواد برو راجب فردوسی و این و اون، به خاطر اینکه میخواد غرور ملیت رو به در حقیقت اونجا تحریک بکنه تحت این پوشش که غرور ملیست و موضوع به روز اصلا ارتباطی ندارد، ربطی به روز ندارد. طبیعتاً چون دنیا در چرخش است و در تحول است، ما هم در این چرخه دنیا سرنشین هستیم، اسیر هستیم، هر چی که اسمش از زندگی میکنیم توش، ما هم توش چرخیدیم. ولی بنیادی از اینجا این فانده به وجود نیامد، جامعه مدنی شکل نگرفت. اگر شکل گرفته بود این عاقبتش امروزی نبود، عافیتش این نمی شد که الان هست. ولی در ساینس، در علوم نمیدونم پزشکی فلان اینا میبینی که نه، خوبه، هست، اونجا کار شده بوده، اونجاهای بنیادهایی رو قرار داده، اونجاهای کارهایی رو
یه ریشه دوونده در حقیقت، نمیشه اونو ازش بگیری دیگه. این سردرگمی که امروز وجود دارد، من فهم میکنم علتش یکیش همین این ماجرا باشد که تو علوم انسانی کار نمیکنی. تفاوت بین مدرنیزاسیون، مدرن کردن و مدرنیته که اون مدرنیزاسیون بحث توی صنعت، یکی بحثی در اخلاق مدرنیته، یکی تو علوم انسانی، دوباره اون یکی تو علوم ریاضیه، ساینسه. نداره، اونو نمیدونه، تفاوتش رو هی قاطی میکنه، یاد نگرفته که فرق هست بین مدرنیته و مدرنیزاسیون. چون اون فانده، چون اون بنیاده، چون اون کانکریت که اون زیدیختن، اون سمنتی که اون زیدیختن که این بنا رو بر اساس اون بنا بکنن، فاقد این عنصر هست، میبینی که چرخش میکنه و رفتاری رو که امروز علی خامنه ای انجام میدهد، رفتاریه که سلاطین گذشته هم در ایران انجام دادن، این همونو تکرار میکنه، جامعه هم به دنبالش حرکت میکنه. چه من دوست داشته باشم این واقعیت رو، چه نداشته باشم، این شکل ظاهر داستان است که داری میبینی توش اینه. چیز دیگه ای من از روی این در حقیقت نتیجه نمیتونم بگیرم، چیزی به درد بخور ما نیست. دیروزم با آقای کاوه آنگری که صحبت میکردیم به این نکات من اشاره کردم و اونجا هم گفتم به ایشون که مثلا شما وقتی نگاه میکنی، همین تو ایران هم باز نگاه میکنی، بخشای مختلف، مثلا به کردستان که میروی میبینی که سازمانی تر است از مثلا نقاط دیگه، از استان ساحلی، بندر عباس، نمیدونم، از سیستان و بلوچستان. صحبت از سیستان و بلوچستان شد، امروز دوباره 11 نفر رو در ارومیه اعدام کردن، 11 انسان رو جانش گرفت. صدای از کسی در نمیاد، هیچ. صدای زجه مادران اونها، خانواده اونها اصلا شنیده نمیشود. چرا؟ که هیاهوی دیگری رو به پا میکنه نظام فاسد. گفتن که جلسه در وین خیلی جلسه خوبی بود، برای اینکه لاتا رو برداشتن یه سری دیپلمات به جاشون گذاشتن، آدمایی که اقلا به قول عادی خورسندی گفت از اون چیزا رو پیشونیشون نبود، از اون چیزایی که از معده میزنه به جای اینکه از اون ور بزنه بیرون، از این ور میزنه تو کلش، اونا تو پیشونی اینا نیست دیگه. غربی هم زغزده است که اقلا اینا انگلیسی بلدن، میشه باشون حرف بزنی. قرار استش که کارشناسان سازمان انرژی اتمی 12 نوامبر، یعنی بعد از جلسه دومی که 7 و 8 قرار برگزار بشه، اینا به تهران برن و به احتمال زیاد ایران به این 7 سوالاتی رو که سوالات اساسی رو که آژانس مطرح کرده به اونا یه جورایی پاسخ مثبت دادن، البته نه به همه 7 مورد، مثلا پارچین رو گفتن اوکی، فردو رو گفتن باشه، ولی بر عمل باید دید. از طرف دیگه میبینیم که امروز علی اکبر صالحی داد میزنه که نه آقا، چه این حرفا چیه میزنه، من رئیس سازمان انرژی اتمی هستم، 20% داره کار میکنه، مثلا ما قرار نیست توقف، نه متوقف شده نه قرار است که متوقف کنیم. سیگنال های چپ و راست میدهد. از طرف میگه که از 17 مهر که امروز نمیدونم 9 آبانه تولد رضای پهلوی، به علاقمندان خودش سال روز تولدش رو تبریک میگه.
13 روز و 9 روز 22 روز است از سدلی خبری نیست. بعد یه مرتبه یه دونه چیز خبران وسط پیپ بیپرید بیرون، دوباره رفته که مشتبه داره درس خارج میدهد و مشتبه آیت الله است و آیت الله شده و داره درس های سطح عالی در اوزه میدهد و از این حرف ها. میپرسیدم از عزیزی که تصور بکنین که امشب مثلا خبر برسد که آقای هاشمی مرده، فکر میکنید چه اتفاقی میفته؟ دوست من که اهل مزاح و مرد فهیمی هم هست گفت سدلی عمامه را کلش باز میکنه، دور کمرش خواهد بست و یک رقص عربی خواهد کرد، بسیارم خوشحال خواهد شد و بشکن میزنه. گفتم خب اگر که سدلی بمیرد چه اتفاقی میفته؟ گفت اگر سدلی بمیره احتمال اینه که بیت رهبری در 12,000 آدم تو اون تشکیلاتش کار میکنن دیگه، اینا کودتا خواهن کرد و شروع میکنن سر بریدن. ولی باید دیدش که سپاه این وسط چه نقشی رو بازی خواهد کرد، سپاه با کدوم دسته خواهد رفت، آیا هاشمی در یه چنین حادثه‌ای میتوانه اونا رو متقاعد کند که اگر نجنبیم هممون با هم میریم زیر آب، یا اینکه این توان رو او ندارد. امروز همین نظام فاسه آدمای خودش رو در وین داره الان دارن صحبت میکنن دیگه، همچنان با افراد مهمی که در مسئله تحریما هستن از طرف آمریکا و همچنین مسئولان مربوط به کشورهای اروپایی که استیفن کلمنت از طرف اروپایی ها مسئول این جلسه است. European External Action Service, the EU and Non-Proliferation Treaty and the Case of Iran. که اینا که ظرف دیروز امروز دارن حرف میزنن تو وین که احتمالاً تا الان تموم شده، اینا قراره که برای جلسه هفتم هشتم در ژنو اینا رو آماده کنن که این داستان تحریما رو چجوری، و من بارها بهت گفتم که این میگوید که ما تحریم رو به صورت دریچه‌ای نه در باز کنیم، نه در حیات رو با کنیم، نه در باغ رو باز کنیم، نه در گاراژی با کنیم که کامیون بیاد توش، نه، بلکه پنجره، یه دریچه رو باز میکنیم، یه جوری هم دریچه رو درست میذاریم که به محض اینکه دیدیم نمیشود تو دره رو ببندیم، نه اینکه مثلا در باغ باشه بخوایم دو نفر برن که اون دره لنگره بگیره که این لنگره بگیره طولانی مدت بشه، نه، یه دریچه براش باز میکنیم در این حد، نه در حد عالی. و موضوع دیگه مسئله فرداست که همه توی آمریکا راجبش دارن حرف میزنن که آقا اوباما رافت داده رفته به تمام این آیپک و تمام این جویش فاندیشن هایی که اینجا وجود دارن مربوط به یهودی هاست، داره میگه که آقا فرجه بدید به ما، بذارید ما بریم و این کار رو تا اینجا بردیم، اینا رو میخواییم به زانو در بیاریم، شما به ما این اعتماد بکنید، بذارید که ما کارمون رو انجام بدیم. فردا وزیر خارجه و وزیر خزانه‌داری آمریکا با سناتورها دیدار میکنه. البته تو خود سنا هم بحثا هست، صحبت ها هست، این برانور لای خطوط روزنامه های آمریکایی میشه اینا رو پیدا کرد که بحثه سناتور رید چه میگوید، اونی که چه میگوید، و
حتی سناتورها اگر که دموکراتها بچرخن و برن با دم، میدونی که دموکراتها اونجا در سنا اکثریت رو دارن، همین بچرخن برن سراغ ریپابلیکن ها، میتونن اون 60% رو بگیرن و تصویب کنن. یه موضوعی که مهمه اینه که اینا به اینا میگن که ما خیطه داداش، خیلی خیطه ما بگیم که وزیر خارجه اختیارات رو ازش سلب کنیم، مثلا اختیارات رئیس جمهور آمریکا رو ازش بگیریم، محدود کنیم اختیاراتش رو. سنا این توان رو داره، میگه بده برای حیثیت آمریکا توی شرایطی که داره، تو شرایط بین الملل، مسئله شنودش، مسئله تجاوز به حریم امنیتی کشورهای دیگه، الان وضعیت خوبی نداره. حالا ما بیایم توی این وسط زمین و هوا بگیم مثلا رئیس جمهور ما بهش اعتماد نداریم، میخوایم یه سری چیزا رو اختیارات ازش بگیریم، محدودش کنیم، یا وزیر خارجه رو محدود کنیم، نذارید کار به اینجا بشه. اینا صداهایی است که از درون در حقیقت دستگاه قوه مقننه آمریکا سنا به گوش میرسد و اوضاع یه قدری در حقیقت پیچیده است. یه چیزی که دوباره دارن حرف میزنن راجعش اینه که ما با اینتلیجنت قویی که داریم، با اطلاعات و دستگاه امنیتی زیادی رو که داریم، میدونیم که در ایران چند تا سایت اتمی وجود داره، اما باز در بینش میگه که اما این عرصه 100% گارانتی نیست، چون ممکنه که این جاهای دیگه ای هم اینا رو برده باشه و پنهان کرده باشن. همه اینا منوط است به رفتار نظام، از اینی که نظام چه میگوید و نظام در حقیقت چه رفتاری رو از خودش نشون خواهد داد. آیا این حرفایی که میزنن درسته؟ تو درون خودشون، تو درون ایران هم که صداها مختلف هست. اون میگه 13 آبان رو فقط باید بریم مرگ بر آمریکا بگیم، اون که میگه آقا نگو، خیت بنرها رو جمع کن، اینا رو بدون اجازه چرا رفتی بنر اینطوری بلند کردی تو تهران زدی اینا، و اونم میگه که آقا حالا بذار اینا برم اینا اینا چه غلطی میتونن بکنن. لعنه روابط رو ببین تا کجا. البته این لعنه، این نوع حرف زدن الان تو آمریکا هم هست، با این تنشی که وجود دارد، یه جوری اگه دقت بکنیم به حرفای اینها میبینی که از یه ادبیات خشنی استفاده میکنه، از یه ادبیات دیپلماتیک نیست، ادبیات خیلی به قول خودشون رافه. یکی از نمایندگان دموکرات کنگره مجلس نمایندگان به نام برد شیندر که یک نماینده دموکراته، این موضوع رو گذاشته که از تحریم‌های جدید فعلا خودداری کنیم و 4 ماه فرصت برنامه تحقیق و بازنگری در رابطه یه سیاست آمریکا با ایران رو مورد نظر قرار بدیم، 4 ماه وقت بدیم که اوباما پیش ببره ولی از تحریم جدید خودداری کنیم. تو سر بیشته ایران استراتژی اسسمنت پنل تو ریویو اسس ان میک ریکومندیشن ویت ریسپکت تو ده current United States strategy toward the threats posed by the government of Iran. بحثشون اینه الان که یه 4 ماهی وقت بدیم به اوباما. تمام این 4 ماه و 3 ماه و اینا بر اساس همون ماجرایی است که تعریف کردیم برای شما. وضعیت اقتصادیشه، کسری پولیشه، پول ندارد، مشکل مالی دارد. بعضی معتقدن که اگر این روش رو همینجوری ادامه بده، یه اتفاقی نیفته، تحریم جدید هم نشود، هیچ اتفاقی هم نیفته، همین شیوهی که داره پیش میره، همین شیوه پیش برود،
حد اکثر تا ماه جون، ولی ما گفتیم که شاید تا دسامبر 2014، یعنی 6 ماه یه فرجه دیگه ما فکر میکنیم بذاریم شاید مطمئن تر باشه، ولی بعضی معتقدن که تا جون این میشکنه. الان اعلام کردن که تسلیه بودجه دارن، بودجهشون رو بردن تسلیه کردن، گفتن که به 13 حکه نمیدونم فلانی پول ندی، یعنی 22 میلیون نفر در ایران محروم میشن از دریافت یارانه، یارانه‌ای که قرار بود به همه کس داده بشون. وضعیت اقتصادشه، نفت که قبول سلاحش بشه الان دشمنش شده. وضعیت نابسامان فروشگاه بند 350 زندان اوین. هرانا میگه خب گفتش که یارو پسرش رو فرستاد در دکون بقاله، یه نامم نوشت داد به پسرش رو گفت اینو ببر بده به مشتلی بقال سر کوچه، و بهش بگو که مشتلی این نامه رو بهش بده و وایسا ازش پنیر رو بگی بیا. و نامه رو پسره برد و به دکون بقال و به مشتلی داد و سلام کرد و گفت بابام این نامه رو داده برشون. مشتلی بقال نامه رو باز کرد و دید نوشته که به همون نشونی که خودم اومدم و به هم نسیه ندادی حالا پسرمو فرستادم یه دو سی پنیر بده بالا غیرتن نسیه تا سر برج بیاییم تصویه کنیم. حالا به همون نشونی که ما درخواست میکنیم از شما ما رو کمک مالی بکنی، به همون نشونی که کمک نکردی درخواست میکنن که هارانا رو دریابید. وضعیت هارانا وضعیت خوبی نیست. من با این بچه ها گاهن ارتباط دورا دور دارم. هادی قائمی اینجا میلیون میلیون دلار میگیره، اون یکی میلیون میلیون میگیره، ولی این بچه ها که با جان دل کار میکنن. بارها برات گفتم که اینا برای خبر چقدر کار میکنن، چقدر تلفن میزنن به این ور اون ور، و اینا هیچ درآمدی ندارن. حالا به همون نشونی که به ما کمک نمیکنی به هارانا کمک کن. هارانا می نویسد که فروشگاه بند 350 به یکی از ابزارهای فشار بر زندانیان تبدیل شد، بدین گونه که با توجه به کیفیت پایین غذاهای ارائه شده توسط زندان، زندانیان به ناچار جهت تأمین ویتامین و مواد غذایی مورد نیاز بدن خود مجبور به تهیه مواد غذایی و میوه و لبنیات از فروشگاه زندان، که در این بین مسئول فروشگاه زندان و اوین حسین عبدی که از طریق کاظم مکیان پیمانکار فروشگاه ها انتخاب شده است، با گران فروشی سعی بر وارد نمودن فشار بر زندانیان سیاسی را دارد. امروز هم بی بی سی دم یه تیتر زده بود تحت عنوان این که به روزنامه‌هایی که تذکر کتبی میدهند از این به بعد 10% از یارانه کاغذشون و سوبسیدی که بابت کاغذ میدادند رو قطع خواهند کرد. اعدام یک زن و یک مرد در زندان رجایی شهر کرج. یک زن که متهم به قتل یک پلیس با انگیزه ناموسی بود به همراه یک متهم به قتل دیگر در زندان رجایی شهر کرج اعدام شدند. روز گذشته 4 زندانی متهم به قتل جهت اجرای حکم اعدام از بندهای خود به سلول انفرادی منتقل شدن. همینجوری داره اعدام میکنه بی محابا. ممانعت نیروهای امنیتی از برگزاری کنسرت مجید خراط‌ها در آبادان. علی‌رغم پیش فروش بلیط‌های کنسرت یکی از خواننده‌های پاپ به نام مجید خراط‌ها در آبادان در هفته جاری، نیروهای امنیتی به بهانه جلوگیری از ایجاد فساد مانع برگزاری این کنسرت شدند. بنا به اطلاع گزارشگران هارانا، روز قبل از برگزاری یک کنسرت موسیقی عده‌ای از طلاب
حوزه علمیه و بسیجیان آبادان مقابل اداره ارشاد این شهر تجمع کرده و به بهانه اینکه این گونه کنسرت ها موجبات فساد را فراهم می کند دست به اعتراض زدند. تایید حکم اعدام یک زندانی سیاسی کرد در دیوان عالی. بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، حکم اعدام منصور آروند زندانی سیاسی کرد که در بند 12 زندان مرکزی ارومیه زندان دریا نگهداری می شود از سوی دیوان عالی کشور به تایید رسید و در زندان به ایشان ابلاغ شد. این هم از ماجره. عدم تحویل اجساد 8 زندانی عقیدتی در زاهدان. بستگان زندانیان عقیدتی اعدام شده در زندان زاهدان در پی عدم تحویل اجساد ایشان با وجود تدابیر شهید امنیتی در قبرستان عمومی زاهدان تجمع کردند. بستگان و آشنایان 8 شهروند اهل سنت بلوچ که در روز شنبه 4 آبان ماه به صورت تلافی جویانه و عجولانه اعدام شدند، طی روز جاری یعنی دیروز سه‌شنبه 7 آبان برای ادای مراسم مذهبی خود بر روی اجساد به صورت غیابی به قبرستان عمومی شهر زاهدان رفتند. تخیل کنیم، خیال کنیم که مردمونه. بسیار بفهمی شو جانو آقا من سریع میخواستم بگم که بعضی وقتا اگر اجازه بدی خب ما برنامه ها رو یعنی دنبال میکنیم همه ایرانی اینجوری این رادیو اون تلویزیون صبح اینجا بعد از نورا اونجا و اینا بعض وقتا آقا آدم یه چیزایی میشنوه خیلی پیش و پا افتاده که هنوز در این اوضاع و اینا یعنی صحبتش میاد مثل و من میخواستم در سر خودم رو بگیم. مثلا امروز در یکی از برنامه ها نمیخوام آقای اسم برنامه رو بگم خود دیگه میمانی داشتن و اینا خانم جوانی که به زندان افتاده بود و اینا خب بگو اسم برنامه رو بگو اسم برنامه شم بگو من بفهمم کی بوده. نه برنامه همون آقای اجازی برنامه آقای اجازی یه خانومی داشتن خانوم جواد مثل خواهر من و شما دختر من و شما که مثل که در جمهوری اسلامی به زندان افتاد و نه ایشون خواننده بود. یعنی چی بخوام بگم اشکال کار یعنی حرف پری نمیزد ولی ایشون ازش میپرسید که خب چه آرزویی مثلا داری برای جوانای ایران و اینا بعد ایشون برگشت گفتش خب من دوست دارم در ایران مثلا میگم در ایران اعدام نباشه در ایران آزادی باشه اله باشه بله باشه. خب ببین من میخوام در مقابل میخوام اینو بگم آقا ما ایرانی ها باید به این نتیجه امروز رسیده باشیم که تا روزی که این نظام فاسد دست دروغوی جمهوری اسلامی انتحام پیدا نکرده از بین نرفته ما روز روشن نخواهیم دید. تموم شد رفت به قول فرنگی ها میگن پیریود تموم شد رفت. خب حالا آزادی مذهب آزادی زبان
آزادی روزنامه است، جوانان هر چی که هست. ببین گره ما منظورم میخوام اینو این پیغامش اینه آقا، تا زمانی که نظام فاسد جمهوری اسلامی روی قدرت هست، ما روز روشن نمیتوانیم ببینیم. هر آرزویی که داری از اقتصاد بگیر، برو به چسب فساد، برو به چسب، یعنی هیچ امیدی، هیچ ایرانی، هیچ، یعنی تا زمانی که این نظام هست تو نمیتونی بشینی بگی او ای کاش تو مملکت اینطوری میشد. نه، نمیشه. دیر دست این نظام فاسد همینی که هست و بدتر از این میشه. وقتی میگم پیش و پا افتاده میخوام اینو بگم، میگم دیگه آقا چه امیدی ده، چون من امیدی ندارم تا زمانی که این نظام فاسد هست. هیچی، من منتظرم یه روز بخوابم پاشم ببینم نظام فاسد 10 میلیون آدم رو کشته تا اونجا رفت. این امید منه واسه اون مملکت تا زمانی که سیدعلی سر کاره. این یک. دوم اینه که آقای حجازی با یه مهمان دیگه که تا صحبت میکرد از ایشون میپرسید که آقا خیلی ایرانی ها هستن، اینو آقای حجازی میگفت، میگم آقا خیلی هستن میان به من میگن که خب آقای حجازی اوباما چرا واسه ایرانی ها کاری نمی کنه، چرا واسه ایران کاری نکرده، چرا اینه مبله. خب اصلا ایشون کاره صحبتی رو میگه که بینه، دوباره میگم هموطنان ما هست در لس آنجلس، شهری که شما هستید صحبت هستی که چون ایشون میگو بعد ایشون میگی پرتن اینو، این هم داشت از میمانش میپرسید که آقا من در جواب این چه بگویم به این ملت. این اینا صحبت مثلا امروزه، یعنی دیروزه، اینطوری نیست که مثلا در سال پیش. من در مقابل این میخوام اینو بگم آقا، ای هموطن عزیز من، دوست من، آقای اوباما چه وظیفه‌ای در مقابل من و توی ایرانی داره که بیاد برای ما کاری بکنه؟ اصلا چرا باید بکنه؟ چه انتظاری داری؟ بدهکار بهت؟ خوشت میاد از تو؟ دلش سوخته برای تو؟ والله به خدا نه، هم از من متنفره، هم از تو، هم از بقیه، از اون 80 میلیون. آخه این چه سوالیه؟ آقا اوباما چرا نمیاد برای ما کاری بکنه؟ چرا باید بکنه؟ سوالو برگردون، چه وظیفه ای حسین اوباما داره که بیاد برای من و توی ایرانی یه کاری بکنه؟ اون یه وظیفه داره، اون وظیفهش هم من میدونم چیه. وظیفه اونه، اون این است که مواظب مملکت خودش باشه، یک، منافع خودشو در نظر بگیره، دو، من و تو رو در هر چی بدبختی و گرفتاری هست ببینه. سه، اوباما که نیومده سرکار برای من و تو خدمت کنه که، مگه برای من و تو کار میکنه اوباما؟ آقای حسین آقا چرا نکرد؟ قرار نیست بکنه، نخواهد کرد، نکرده و نمی کنه. و من و توی ایرانی نباید انتظار داشته باشیم که حسین آقا برای من و تو کاری بکنه. اگه من و تو واسه خودمون کاری نمی‌تونیم بکنیم، حسین آقا نخواهد کرد. اینم جواب سوال آقای حجازی از میهمانش. آقا چرا؟ چرا نداره؟ بسیار خیلی ممنون، خیلی ممنون آقا، ممنون، مرسی. این هم ساعت آقای منصور. بعدی یکی دیگه هم زنگ بزنه بگه، اونم بگه، بگید بگید بگید، شاید گره از کار فرو بسته ما بکشاید. ولی گفت سعدیا گرچه
سخندانی و سخن شیرین است، به عمل کار برایت، به سخندانی نیست. عمل، این به این کار نمیگیم فعالیت سیاسی. یاد آقای بیگدلی به خیر گفت اسم نذار فعال حقوق بشر، و من بگو ناظر مستمر نقض حقوق بشر در ایران. اینقدر این رو تکرار کرد که رفت، خسته شد. بیده میگه فعلی رو انجام داده، کاری نکرده، کاری صورت نگرفت. هیچ کاری صورت نگرفت. یکی از اینا سعید لیلاز بود که گفت آقا این دوله عوض شده، نظام جمهوری اسلامی که تغییر نکرده. که دیدم که کاوه نازنین در سایت مردم ریپورتش، دعوت میکنم که این سایت رو دنبال کنید و در فیسبوکش برید عضو بشید، و به حال اگر برات مشکله از روی سایت میان تیوی اونجایی که نوشته آخرین اخبار بزنی وارد سایت مردم ریپورت میشه. دیگر بان که از سایت های امنیتی نظام هست می‌نویسد که دولت محافظه‌کاران معتدل در کمتر از 3 ماه آغاز فعالیت خود تسلیم بسیاری از فشارها و خواسته های محافظه‌کاران تندرو و حامیان علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی شده است. شما بفهمید. بفهم. بفهمید. سلام عرض میکنم آقای بهبهانی. شهلا هستم از سوئد. شهلای نازنینم بفهمید عزیزم، گوش میدم بفهمید. خسته نباشید. میگه تشریف دارین؟ بله بله بفهمید، فرمایشون رو گوش میدم. میخواستم آقای بهبهانی اولا واقعا نمیدونم چجوری احساسم رو بیان بکنم. به شدت ناراحتم از این جریانات اخیری که تو ایران پیش میاد، این اعدام ها، این مصیبت هایی که مردم گرفتارشن و متاسفانه ساکتن. تنها امید شخص من واقعا این تلویزیونه، چون صدای اون مردم رو تنها تلویزیونی که صادقانه و بدون ریا به گوش دیگران میرسونه میهن تیویه. بدون اغراق میگم، اینو از صمیم قلبم میگم، و واقعا دلم میخواد از دوستانی که این تلویزیون رو نگاه میکنن خواهش کنم حتی اگه شده روزی یه دلار به این تلویزیون کمک بکنن که این صدا نخواد. آقای بهبهانی، از همین آقای مسعود من خوشم اومد، از حرفاشون واقعا درست بود. اوباما برای نجات ما نیومده، اوباما برای اسم و رسم خودش اومده و نجات مملکت خودش. از آقای منصور من میخوام خواهش بکنم، چه خودشو چه دوستاشو، اگه روزی یک دلار، نمیدونم حتما ایشون کمک میکنن، روزی یک دلار به این تلویزیون کمک بکنن، حداقل بتونه این صدا به گوش مردم برسه. امیدواریم که صدای شما رو بشنون. من صادقانه اینو از ته دلم میگم آقای بهبهانی، چون واقعا تنها آرزوم اینه حداقل این تلویزیون نخوابه. محبت شماست. ممنونم ازت خانم شهلای نازنین. سپاسگزارم. امیدوارم که مردم به گوش بیان. امیدوارم که این یه حرکت ضد اعدام راه بیفته. این خیلی وحشتناکه و ما نشستیم همینجوری. نه هیچ کاری نمی‌کنه دیگه. ممنونم ازت. سپاسگزارم ازت. شبتون بخیر. شب روز شما هم خوش. نه، کسانی که کمک میکنن اسمشون رو اونجوری مینویسیم. آقای سپاسی به هم گفت آقا این من سالها کار تبلیغات کردم، این کار در حقیقت مثل خودتی که میگی که ضد خبر، اینم ضد تبلیغه. وقتی تو این اسامی رو مینویسی بعد مردم میگن خب اینا همه دارن کمک میکنن دیگه، پس من چرا کمک کنم؟ گفتم نه، ما مینویسیم، هر کی کمک کنه به ما مینویسیم، بنابراین هر کی اسم هست اونجوری مینویسیم، هر کی نیست نیست دیگه. بفهمید شما. بفهمید ایزو. الو. بفهمید بزرگوار. آقای بهبهانی. بفهمید عزیز من. سلام عرض می‌کنم، فرح هستم از انگلستان صحبت می‌کنم. خیلی خوشبختم. برنامه رو الان دارم نگاه می‌کنم، نمی‌دونم با شما
دارم لایو صحبت میکنم. بله بله بله. در رابطه با این صحبت آقای منصور خان که زنگ میزنن معمولا، من واقعا همیشه به یاد صحبت خود شما میفتم که راجع به اطلاعات و ضد اطلاعات صحبت میکنید و به نظر من ایشون یه مقدار با اعصاب آدم بازی میکنه. آدم نمیدونه که دقیقا منظورش از این صحبت‌های طولانی که میکنه چیست. من فکر میکنم رول ایشون یک مقدار مشکوکه و واقعا به اعصاب شما تبریک میگم که تحملتون انقدر زیاده. من احساس میکنم که یه اجندای دیگری هست در صحبت‌هایی که میکنه. در ظاهر بسیار با محبت را که به ایران صحبت میکنه، ولی در عمل من فکر میکنم که یه مقدار مسائل رو به هم میریزه. فقط همین خواستم از ادام بگم در مورد این آقا. بسیار ممنون. این که راجع مسئله پول تعریف میکنم حرفتون رو که اگر که کسی نمیتونه بهتره که دست رو جیبه بغل دستیش بکنه و فکر میکنم شخص خود من به دلیل تعهداتی که دارم در مقابل مسائل دیگر دستم رو توی جیب بستگانم که ازم برای اینکه کمکی بکنه به تلویزیون شما و آرزوی ما همینطور که این خانم قلبی فرمودن اینه که این صدای حقیقت و درستی بتونه بیشتر به گوش کسانی که بیشتر محتاج شنیدن هستن برسه و ما باید با تمام وجود سعیمون رو بکنیم و امیدوارم این آقایون که وقت تلویزیون رو میگیرن و یک سری دائم میخوان تفرقه برن، مسائل رو به هم میریزن، واقعا به خودشون بیان و این کار رو نکنن. جاهای دیگری مطمئنا برای ایشون هست، به خصوص منظورم از آقای منصور خان هستش که شخص من رو زیاد خوشحال نمیکنه وقتی زنگ میزنه. به هر حال آرزوی موفقیت و سلامتی برای شما و بقیه همکارانتون دارم. ممنونم از شما. روزتون بخیر. سپاسگزارم از شما. متشکرم. مرسی. آره ولی نمیدونم دیگه. نمیدونم. چیزه. مثلا ماجرای آقای برقی و این مقاله‌ای رو که پیروز خوندم و بعد دیروزم کلی ایمیل و فضیحت و اینا بود، خب من واقعا دلم میسوزه، یعنی اعصابم خراب میشه دیگه. وقتی اعصابت خرابه و خرابه دیگه. من آقای برقی رو از نزدیک میشناسم، انسان بسیار خوبیه، ولی سرگشتن. من تو همین تلویزیون ازش پرسیدن دیگه، گفت من نمیدونم. نمیدونم جواب نیست. باید بدانی. باید بدانیم. شما مثل آقای بنی صدر فکر میکنی، میگی که آقا دیدی که نوار علی لیمونادی رو پخش کردیم با بنی صدر. میگه من خودم انقلاب بردم، ولی نباید که از دست بدمش، که باید نگرش دارم. ابراهیم یزدی خب یه کاری باید بکنی دیگه، عمل باید بکنی و تر داشته باشی، برنامه داشته باشی. بدون تر و برنامه که کار پیش نمیره که. بعد بنویسی اینجور که بنویسی، یه جوری بنویسی اول اثبات کنی، دومی نفی کنی، اون نفی دوم در حقیقت اثبات اولیه و مخاطب رو میگه راست میگه دیگه، ما چیم دیگه، ما چی دیگه، ما چی دیگه. سرگشتگیه بابا. من یکی دو بار ازشون از کسان مختلف پرسیدم، گفتم آقا شما پول میگیرید بابت اینکه مینویسید؟ پس چرا مینویسید؟ چه اجباری داری که بنویسی؟ خب ننویس، حرفی نیست نزن.
ما هیچیم و ما تموم شدیم و رفتیم و ایران طوری شد و اینطوری اصلا اینجوری نیست داستان. که من لااقل این شکلی نمیبینم قضیه. من میگم تا سر دارم سر میشکنم. جامعه رو به یه سمتی گفتیم، اول از اونجا شروع کردیم که تو دو تا بخش نظام گذشته توی زمینه‌ای بسیار سیاه کار کرده. تحت باش رو نگاه میکنیم خوبه، بخش مهندس رو نگاه میکنیم خوبه، نخبه است بلد کارشو، چه اونایی که به خارج کشور اومدن چه اونایی که درون ایران موندن. جمهوری اسلامی از اونا نون اونا رو میخوره. ولی تو علوم انسانی هیچی، اون که کار نکرد، این یکی هم شروع کرد به تخریب هر بنایی که وجود داشت. خیلی مسخره است که مثلا شما فرض کنید تو جمهوری اسلامی بلند کنم مقبره کوروش ماکت شو برم بزنم مثلا دانشکده ادبیات، بعد عکسش هم بزنن روزنامه. چه ربطی داره اصلا به شما؟ چه ارتباطی داره؟ به گذشته بند بشیم، همش تو اون ورد روم به پشتمون باشه، و جلومونو نمیریم میفتیم تو چاله دیگه. نمیشه که پس پسکی حرکت نمی کنن که. تو اگه نگاهت به پشتت باشه و جلوتو نمیبینی و میگی رو دست خوردن، رو دست به یه لر رو دست میخوری. آسون ترین شیوه است. خب چه میکنه؟ چجور رفتار میکنه؟ تو با اینو بفهمی، بفهمی اون چجوری رفتار میکنه. تا رفتارشو نفهمی نمیتونی باش مقابله کنی. خب همینجور بازی میده، مرتب در حال بازی دادنه. لاتا رو ورداریم اینا رو بفرستیم برن مذاکره کنن. مذاکره با چی بکنه؟ راجب چی مذاکره بکنه؟ چه مذاکره ای باید بکنه؟ چی باید بگن؟ راجبی چی باید حرف بزنن؟ دولت دیگروان می نویسه، دولت محافظه‌کار معتدل در کمتر از 3 ماه، محافظه‌کار معتدل در کمتر از 3 ماه آغاز فعالیت خود تسلیم بسیاری از فشارها و خواستهای محافظه‌کاران تندرو حامیان علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی شده است. دولت حسن روحانی که بوده 3 ماه پیش با شعار عدالت و تغییر بسیاری از شرایط کنونی از جمهوری اسلامی در ایران به قدرت رسید، بر اثر فشارها به تدریج در حال فاصله گرفتن از شعارهای خود است. دولت 11 در 3 هفته گذشته با سکوت خود با بسیاری از اقدامات محافظه‌کاران تندرو همسو شده و آنها را تایید کرده است. ضرب و شتم دختران موسوی و رهنورد، تایید و حمایت از توقیف روزنامه بهار، انتخاب استانداران محافظه‌کار و سلب مسئولیت از موضوع حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی مهمترین مسائلی هستند که در حال حاضر دولت حسن روحانی را با محافظه‌کاران تندرو همسو کرده است. گروهی از تحلیلگران سیاسی معتقدند دولت حسن روحانی در کمتر از 3 ماه تسلیم فشارها و خواسته های حامیان تندروی علی خامنه‌ای شده و به مجری برخی از سیاست های آنها تبدیل شده است. همزمان با عقب نشینی، سکوت و همراهی دولت روحانی با محافظه‌کاران تندرو، فشار حامیان علی خامنه‌ای و نهادهای حاکمیتی به دولت 11 هم نیز افزایش قابل ملاحظه یافته است. دولت 11 برای رهایی از فشارها بر سیاست خارجی خود در رابطه با برنامه اصلی جمهوری اسلامی و مذاکره با آمریکا هم مجبور به دادن
امتیازهایی به مخالفان محافظه‌کار خود در داخل شده است. مصطفی پور محمدی شناخته شده ترین عضو کابینه حسن روحانی امروز چهارشنبه 8 آبان به طور رسمی اعلام کرد که دولت وارد موضوع حصر میرحسین و مهدی کروبی نخواهد شد. پور محمدی ضرب و شتم دختران موسوی در روز عید قدیر را هم جنجال رسانه‌ای خواند. رئیس قوه قضاییه به کسانی که آنها را فتنه‌گر خواند اخطار داده که قوه قضاییه در برابر اقدامات خزنده آنها سکوت نخواهد کرد و آماده جمع کردن بساط آنهاست. لاریجانی روز چهارشنبه در جلسه عالی مسئولان قضایی یادداشت روزنامه بهار را موهن و سخیف خواند و گفته گروهی میخواهند یک جریان سیاسی و امنیتی به راه بیندازند. او گفت در دوره اصلاحات برخی دنبال این بودند که مطالب حقه دین اسلام را زیر سوال ببرند و حالا هم به راه افتادند همان بساط احساس می شود، گویا یک جریان سیاسی می خواهد همان کار را ادامه دهد. رئیس قوه قضاییه اضافه کرد اینکه عده‌ای با مجوز وزارت ارشاد همین کشور و در پناه امنیت همین نظام بخواهند تیشه به ریشه اصول قانون اساسی بزنند قابل قبول نیست. لاریجانی در بخش دیگری از سخنانش گفته که هر کس بخواهد با تحریفات تاریخی و تضعیف بنیادهای اعتقادی در برابر نظام جریان سازی کند، ما این اقدام را در قالب یک جریان سیاسی انحرافی میبینیم. و اضافه کرد که این سخنان وی یک اخطار است و امیدوار این بساط جمع شود، زیرا قوه قضاییه ساکت نمیماند که آنان هر کاری دلشان بخواهد انجام بدهند. رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود بیان که به ضرب و شتم دختران موسوی و رهنورد در روز عید قدیر اشاره کند گفته فتنه‌گران تلاش میکنند تا حوادث را معکوس جلوه دهند. وی افزود اصل حوادث اخیر نیز بر اساس گزارش دقیق وزارت اطلاعات چیز دیگری بود و جریان فتنه هر بار یک موضوع را برای حمله به مسئولان نظام دستاویز رسانه‌ای خود قرار می‌دهد. این مقام قضایی همچنین اضافه کرد قوه قضاییه با برخورد با فتنه افتخار می‌کند و فتنه‌گران بدانند که کارهایشان را رصد می‌کنیم و به آنان توصیه می‌کنیم که کمتر به این بازیگری‌ها بپردازند. گفتم سوالم این بود که اگر امشب این بابا بمیرد یا اون یکی بمیرد چه اتفاقی خواهد افتاد. مردم پرد می نیستد که غیبت سغرای سید علی خامنه‌ای که در سایت خودنویس است. بخش تحلیل خودنویس میگوید یک منبع آگاه به مسائل امنیتی امروز به خودنویس گفت که غیبت اخیر خامنه‌ای در محافل داخلی سوال برانگیز شده. به گفته این کارشناس رسانه‌های خبری دولتی از یک طرف و رسانه‌های نزدیک به هاشمی رفسنجانی و مطرح شدن ناگهانی سید مشتبه از سوی دیگر به گمان زنی‌های دامن زده است. آخرین دیدار خامنه‌ای در بیت با شرکت کنندگان در هفتمین همایش ملی نخبگان جوان در روز 17 مهر بوده است. دبکا فایل که یک سایت اسرائیلی است نیز به این غیبت خامنه‌ای اشاره کرده است و دبکا سکوت و دیده نشدن خامنه‌ای در عید قربان و همچنین عدم ارسال پیام معمول به زائران حج را سوال برانگیز خوانده. سکوت خامنه‌ای و غیبتش از انظار عمومی میتواند در این مقطع اهمیت زیادی داشته باشد. اظهار نظر رهبری درباره نابجا بودن برخی اقدامات تیم دیپلماسی دولت در نیویورک و واکنش‌های را در محافل مختلف از جمله مجلس و رسانه‌های نزدیک به حاکمیت در پی داشت. فرماندهان ارشد سپاه نیز بعد از اظهار نظر رهبری انتقادهایی را به تناسب مطرح کرد. اما مشکلات سلامتی خامنه‌ای در طول سالهای اخیر بارها باعث نگرانی نزدیکان خانواده و انتقال خبرهای از سوی منابع نزدیک به هاشمی رفسنجانی به کشورهای غربی شده است. افشای گزارش‌های مربوط به دیدار بازرگانی
نزدیک به خانواده هاشمی با مقام‌های آمریکایی در دبی و بحث درباره سلامتی آیت الله خامنه ای از سوی ویکی‌لیکس نشان می‌دهد که در دایره قدرت نیز سلامتی رهبری به شدت زیر ذره‌بین است. امروز یکی از دست‌اندرکاران سایت امنیتی در فیسبوک خود خواستار دعای دوستان شده است. حسین رستمی می‌نویسد: خبرهای خوبی نمی‌رسد از حال بزرگترمان. عید قدیر هم با مردم و مهمانان صحبت نکردند. خیلی دعا کنید. یک کارشناس سیاسی نزدیک به اتحادیه اروپا می‌گوید هرچند ناشفاف بودن وضعیت سلامتی و مزاجی رهبر جمهوری اسلامی برداشتهایی را ایجاد کرده، اما در شرایط حاضر غیبت عمومی خامنه‌ای میتواند به نوعی امتناع ایشان از موضع‌گیری در قبال مانورهای چند هفته اخیر دیپلماسی خارجی دولت حسن روحانی باشد. شرایط جدید به گونه ای است که موضع‌گیری یا عدم موضع‌گیری رهبر نظام ایران شایبه‌هایی از موافقت یا مخالفت وی را با طرح‌های نزدیکی مجدد جمهوری اسلامی با غرب ایجاد کند. با این حال آنچه که روشن است غیبت بدون دلیل موجه سه هفته‌ای رهبر نظام از انظار عمومی و نپذیرفتن میهمانان عید قدیر برخلاف رسم سالانه تردیدهای زیادی را دامن زده است. از اون طرف که نگاه میکنی دوباره به داستان این ماجرای ایران اتمیش، اجازه بده که اینو یه نگاهی دقیق بهش بکنم و برگردم ببینم که این در حقیقت چه مطلبی رو بیان میکنه. یک باز پوزش از شما. Yeah.
عشق وحزن هيروجي دجمن جمات الدرسن بينا بارودي كتاكو دمن تخواز محابراح بتاكم جبن كيسا وشيرا كابن فيا تخواز مبرن تخواز مبرن كردستان فاريا وخاملية كينا قطعه زیبایی بود از دست شوان. اجازه بده که یک گزارش رو با همدیگه بشنویم، گزارش رو امیدوارم که در حقیقت کمکی بکنن. گفتگوی روز. انوشیروان جهانبانی فرزند سپهبد نادر جهانبانی برای اولین بار پس از تیرباران پدرش در سال 57 در گفتگو با همکارم حسین کرمانی از زوایای پنهان زندگی او میگوید. ژنرال جهانبانی بنیانگذار تیم آکروجت تاج طلایی پیش از انقلاب بود. آقای جهانبانی، پدر شما سپهبد جهانبانی سرپرست تیم آکروجت تاج طلایی، ایشون رو جز بهترین خلبانان عصر خودشون مینامند. ابتدا بفرمایید سپهبد جهانبانی چطور وارد رشته خلبانی شدن؟ اونطور که من از مادر بزرگم شنیده بودم، پدرم از بچگی علاقه عمیقی به پرواز کردن داشتن و در همون زمان یک شنل رو دوششون مینداختن و دستاشون رو مانند بال باز میکردن و به قول مادر بزرگم از رو دیوار پرواز میکردن. بلقدر از سن 18 سالگی آنقدر اصرار کرد که ایشون رو به دانشگاه نیروهای روسیه فرستادن که خلبانی بیاموزد. پس از اتمام درسشون وارد نیروهای ایران شدند و با درجه ستوان یکمی شروع به خدمت کردن. پدرم بنیانگذار تیم تاج طلایی ایران بود. ایشون وقتی در آلمان دوره جت می دیدن با لیدر تیم آکروجت آمریکا که اسمشون سکای بلیزر بود دوست شدن و از طریق ایشون فن آکروباسی گروهی را با جت یاد گرفتن. پس از برگشت به ایران اولین تیم آکروباسی با جت رو در ایران به وجود آوردند. در واقع درباره این تیم آکروجت طلایی میشه بیشتر توضیح بدین؟ چون بعد از انقلاب همچین تیمی نبوده. این تیم در واقع حرکات نمایشی با جت انجام میداده، درسته؟ این تیم اون موقع شروع شد و همینطور هم ادامه داد تا روزهای آخر قبل از انقلاب. هواپیماها عوض شد ولی این تیم آکروباسی جت همیشه وجود داشت و سالهای اول همیشه پدرم لیدر تیم بود، بعد کسان دیگر رو دست دادن و این تیپ تا آخر دوزای قبل از انقلاب وجود داشت. حالا دیگه فکر نمی کنم وجود داشته باشه. خب از این تیم میشه بیشتر بفرمایید که در واقع پدر شما بنیان گذارش بودن، چه افتخاراتی چه مقام هایی کسب کرد؟ تا اونجا که یادم یک سال بعد از اینکه این تیم شروع شد در مسابقه با تیم نیروهوای آمریکا و تیم نیروهوای انگلیس ایران اول شد و این تیم همینطور ادامه داد به پیشرفت کردن و جزو یکی از بهترین تیم‌های آکروباسی با جت تو دنیا بودش. آقای جهانبانی، داستان‌های بسیاری درباره مهارت سپهبد نادر جهانبانی در خلبانی وجود داره. کدوم یکی از توانایی‌های ایشون که جزء خلبانان برتر زمان خودشون قرار داده واقعی هست و کدوم داستان‌ها تا اونجا که شنیدید واقعیت نداره؟ بیشتر این داستان‌ها گلوب مردم و دور از حقیقت و این داستان‌ها بیشتر به ضرر پدرم هست تا به نفع ایشون. مثلا داستانه که دروغه که خوشحالم پیش آوردین شاید مردم بشنون که اینا دروغه. مثلا اینکه پدرم با هواپیما زیر پل کارون پرواز کردن دروغ.
این کار بی انضباطیه و پدرم خلبان بسیار با انضباطی بود و ابدا چنین کاری نمی‌کردن. ولی این داستان سالهای سال هست که موجوده. یه داستان دیگه این بود که بدون اجازه پادشاه به عراق پرواز کردن و هواپیمای عراقی ایشون رو محاصره کردن و به بغداد بودن و پدرم با مهارت زیاد چنگ اونا فرار کرد. این داستان از اول تا آخر دروغ است. یه همچین چیزی اصلا وجود نداشت و داستانهای دیگه شبیه این هی داره بیشتر میشه و خیلی داشت دور از حقیقته. پدرم خلبان شجاعی بود ولی خلبان بسیار با انضباطی بود. پدرم هیچ وقت چنین ریسکایی نمیکردن که درس بدی برای خلبانهای جوانتر باشه. یکی دیگه میگن که فانتوم رو از توی جاده بلند کرد با وجود اینکه تمام آمریکایی که اونجا بودن میگفتن این کار خیلی اشتباهی خطرناکیه. پدرم هیچ وقت این کاری نمیکرد. این داستان متاسفانه خیلی هی داره بیشتر بزرگتر میشه و زیاد باعث افتخار نیست. این داستان کارهای دیگه که میکردن خب شجاعتشون تو پرواز بود که فوق‌العاده بود، هنر خلبانیشون که تو آپروژه خیلی نشون دادن. داستانی که حقیقت داره، یه دفعه در یکی از دورهایی که آموزش آکروجت میدادن یکی از خلبانهای جوان زد به بال هواپیمای پدرم و جفت هواپیما صدمه زیادی دیدند. پدرم به خلبان جوان دستور میده با چتر نجات از هواپیما بپره بیرون، ولی خودشون هواپیماشون رو با سختی برگردوندن و رو به آن نشستن. این داستان حقیقیه. بقیه داستان متاسفانه بیشتر قلوبه. آقای جانبانی از خودتون بفرمایین، پیش از انقلاب شما چه مسئولیتی داشتین؟ سال 57 چند سالتون بود و چیکار میکردین؟ زمانی که انقلاب شد من 30 سالم بود. من از جوانی از بچگی با پدرم همیشه با هواپیمای کوچیک پرواز میکردیم. فقط من میشستم تماشا میکردم، ولی با همین ترتیب علاقه زیادی به پرواز پیدا کردم و بالاخره در سن 16 سالگی من پرواز رو آموختم و مدتی در ایران معلم خلبان بودم. بعدم برای شرکت هواپیمای ایر تاکسی که بعدم مدیر عامل شدم موقع پرواز میکردم. در سن 23 سالگی رفتم آمریکا و بالاترین تحصیل خلبانی که اسمش از ایرلاین ترانسپورت ریتینگ رو گرفتم و پس از دریافت این تصدیق دانشگاه ییل رفتم و اقتصاد خوندم و بعد از اون برگشتم ایران و بعد از یک سال مدیر عامل شرکت هواپیمای ایر تاکسی شدم که تا روزهای قبل از انقلاب این شغل رو به عهده داشتم. حالا برگردیم به همون روزهای انقلاب اسلامی. آقای جانبانی از روزی بفرمایید که سپهبد نادر جانبانی در وقایع انقلاب دستگیر شدن چگونه با خبر شدین؟ پدرم در اون موقع در کماند پست نیروی هوایی در داشن تپه بودند و من اون روز آخر هر یک ساعت باشون صحبت میکردم ببینم چه خبره چطوره اینا. تا نزدیک 108 از اون به بعد هر چی زنگ می‌زدم میگفتن پدرم نیستن. بالاخره یه افسری به من گفت پدرشون رو بردن به اون مدرسه. و اون آخرین بار که با پدرم صحبت کردم فکر کنم 107 اون روز بود و دیگه بعد از اون باشون تماس نتونستم بگیرم، اجازه دیدنشون هم نداشتم. و یه روز بعد از یک ماه که زندان بودن یک روز داشتم میرفتم سر کار که تو رادیو این خبر وحشتناک شنیدم. آقای جانبانی چرا سپهبد نادر جانبانی مانند بسیاری از ارتشیان حالا خیلی زمان شاه با وقوع انقلاب از ایران نرفتن؟ اون موقع من خیلی هم بهشون اصرار کردم چون هواپیمام در دستمون بود، هم از راه ایرانه هم از راه هواپیمای خودمون میتونستیم از ایران بریم بیرون، ولی پدرم همیشه گفتن که من سرباز این وطن هستم و وظیفه‌ام در اینجا بمونم. حتی وقتی هم که شاه رفتن که گفتم خب رئیستون هم که رفتن بریم، گفت نه من وظیفه‌ام در این مملکت بمونم. به هیچ عنوان قانع نشدن که برن و فکر میکنم رفته بودن الان زرج میکشیدن. فقط پدرم جاشون همون مملکت خودشون بود. از جریان دادگاه سپهبد نادر جانبانی چه اطلاع دارید؟ ایشون چه دفاعی از خودشون کردن؟ آیا نوشته ای از ایشون وجود داره؟ زیاد اطلاع نداریم راجع به دادگاه. خیلی چیزا نوشته شده که به نظر من خیلی دور از حقیقت است. خیلی چیزا از قول پدرم میگفتن که امکان نداره پدرم بیان چنین حرفایی بزنه یا اینطوری صحبت کنن. تا اونجا که من میدونم پدرم اصلا جوابی به این آخوندا ندادن و حکمو قبول کردن و نوت‌های نوشتن پدرم نکردن. خدا میدونه واقعا چی گذشت. انشالله که یه روزی بتونیم ببینیم که واقعا چی گذشت. یک چیز از ایشون وجود داره، اونم نامه خداحافظی و وصیت نامه شونی که دست خودشون است که تنها یادگاری است که ما از اونجا داریم. و یه چیز دیگه هم که داریم، ساعتی که پدرم دستشون بود الان دست منه و اون با ارزش ترین چیزی است که من تو زندگیم دارم. حالا بعدش چی؟ میدونم که بعد از اعدام سپهبد شما هم دستگیر شدین، اشاره کردین. شما به چه جرمی دستگیر شدین؟ چه مدت زندان بودین؟ چون مدیر عامل شرکت هواپیمای ایر تاکسی بودم، چون فامیلم جانبانی بود، چون پدرم تازه اعدام شده بود و خب به این دلایل منو گرفتن. وقتی اون شب از اون آقای باجوس از دو صبح گفتن که به چه
اتهامی منو گرفتیم، گفت اتهامی وجود نداره، اسمتو که چاپ کنیم حتما خیلی شکایت خواهند کرد. ما منتظر اون بودیم، هیچ کم شکایت نگرفت. بعد تو مدتی که زندان بودین از هممندی‌ها یا کسانی که نگهبان پدر شما بودن چه کسانی رو دیدید احتمالاً یا چه چیزایی شنیدید؟ یکی از شانسای من این بود که خیلی از کسایی که با پدرمون اول زندان بودن با منم هم زندان بودن. خیلی از پدرم سوال کردم، خیلی اطلاعات شنیدم، همه از شجاعت و خونسردی پدرم تعریف می‌کردن. حتی یک بارم یک پاسدار منو با چشم بسته داشت می‌برد برای ملاقات با مادرم. ازم پرسید که چه نسبتی با سپه با جانبانی داری؟ جواب دادن که پسرشون هستن. پاسدار سکوت کرد. از اون پرسیدم که در زندان پدرمو دیدی؟ گفت بله، من یک نگهبان ایشون بودم. گفتم چطور بودن پدرم؟ گفت من تا حالا آدم به این شجاعی ندیدم، مثل سنگ بود. تعریف از دشمن بزرگترین ارزشو داره فکر میکنم، و این چیزی بود که من همیشه به خاطرم موند. و بعد خودتون چطور از زندان آزاد شدید و کی از ایران خارج شدید؟ اونم همونطور که بی حساب رفتم زندان، بی حسابم آزاد شدم. چیزی ضد من نداشتم، برای که روز آخر که منو بر بازجویی بردن اون پرونده که گفتن خیلی قطور و قطوریه، دو صفحه بود که خودم نوشته بودم و دو صفحه هم بود که کارمندای شرکت ایرتاکسی به نفع من امضا کرده، همه چیزی که تو پرونده‌ام بود. آزادم کردم، بعد از یک ماه هم بالاخره تونستم از ایران خارج شم. آقای جهانبانی، میدونم که سپهبد جهانبانی به غیر از خلبانی در ورزش هم مسئولیت‌های خیلی زیادی داشتن. پدر شما آخرین مسئول سازمان ورزش قبل از انقلاب بودن. میدونم که ایشون سوارکار هم بودن. از مسئولیت‌های دیگه سپهبد نادر جهانبانی بفرمایید. در واقع در سازمان ورزش ایران در چه المپیک‌ها و جام جهانی‌هایی شرکت کرد؟ پدرم خیلی مدت کوتاهی رئیس سازمان ورزش بودن. فقط می‌دونم جام جهانی آرژانتین رو با تیم ملی ایران رفتن، ولی فرصت خیلی کم بود و به اصرار اون موقع ولیت ایران رئیس پدرم و رئیس سازمان ورزش کردن. خیلی هم موافق نبودن با این کار، برای که میدونستن خیلی کاریست که هیچ وقت تشکری براش دارن نمیگیره. پدرم خب ورزشکار خوبی بودن، چون هم سوارکاری میکردن، هم تنیس بازی میکردن، هم اسکی میکردن، هم اسکی رو آب میکردن. تمام عمرش پدرم ورزش کرده بود و تو سازمان ورزش هم خیلی برنامه داشتن که اگر فرصت بهشون داده میشد حتما میدونم اجرا میکردن، ولی خب فرصت خیلی کم بود. میدونم که پدر بزرگ شما سپهبد امان الله جهانبانی هم از فرماندهان ارتش ایران بودن، همچنین 5 دوره نماینده مجلس سنا بودن، مدتی نیز رئیس اداره کل صنایع و معادن بودن. اگه امکان داره کمی از پدر بزرگتون سپهبد امان الله جهانبانی بفرمایید. زمانی که من دیگه سنم اونقدر بالا رفته بود که تشخیص بدم، پدر بزرگم دیگه بازنشسته بودن و فقط سناتور بودن، ولی خب من پروازهایی که تو دوربر ایران میکردم همیشه از تعریف ایشونو میشنیدم، چون در جوانی هاشون خب خیلی سمت‌های مهم داشتن، وزیر بودن، برای کارهای مرزی خیلی کارا کردن، ولی من متأسفانه اون موقع خیلی کوچیک بودم و خودم شخصا چیزی رو ندیدم و بدونم، ولی پدر بزرگم در سنین بالا می دیدم که خب سناتور بودن و بیشتر تأثیر بر من پدر بزرگ بودن. آقای جهانبانی، شما خودتون فرمودین که قبل از انقلاب در واقع خلبان بودین، تو این فضا بودین. چیزی که خیلی مطرح میشه در واقع درباره محبوبیت سپهبد نادر جهانبانی بین حالا درجه داران، کسایی که تو نیروی هوایی هستن، بین خلبانان. خودتون دلیل محبوبیت سپهبد نادر جهانبانی رو چی میدونین؟ من به عنوان پسرشون خب به دید دیگه میبینم، ولی پدرم واردی اتاق که میشدن همیشه مورد توجه همه قرار میشدن. پدرم لیدر خیلی خوبی بودن، فرمانده خیلی خوبی بودن و خیلی به افسرهای زیردستشون میرسیدن و آدم درستی بودن و آدم با پشتکار زیاد داشتن و فکر کنم به همین دلیل احترام افسرهای دیگه براشون بود. شاید یکی از دلایلی که در واقع داستان‌های خیلی زیادی درباره پدرتون حالا واقعی و غیر واقعی فرمودین، کدوم واقعی و کدوم غیر واقعی هست، به وجود اومده اینه که شما تو تمام این سال‌ها گفتگویی نکردین یا اطلاعاتی ندادین. دلیلش چیه؟ خودتون چرا در واقع در این زمینه اطلاع رسانی نکرد، کمتر کردین حداقل؟ این داستانا رو من خیلی با مردم خصوصی صحبت کردم و بهشون میگفتم که اینا دروغ، اینا حقیقت نیست. جواب جالب که همیشه میگیرم، نه آقا تو نمیدونی، من میدونم. من نمیدونم چطور من پسرشونم کمتر از اونا میدونم، ولی در حال یه جایی میرسه که بحث بیفایده است. ولی من خواهرم فکر نمیکنم که اصلا احتیاجی باشه ما برای پدرمون راجع به پدرمون صحبت کنیم. کارهای پدرم خودش نماینده زندگیشه و مردم تعریف میکنن، من لازم نیست که چیزی تعریف کنم. به اضافه که من اصولا آدم سودارتری هستم و خیلی اهل صحبت کردن و این چیزا نیستم. اینم اولین باریست که با
روزنامه نگار صحبت میکنم. من خیلی اهل این کار نیستم، ولی خب مردم راجعشون می‌نویسن، اون بزرگترین افتخار برای من همون. آیا ناگفته ای از زندگی سپهبد نادر جهانبانی خودتون هست که مطرح نشده باشه و بخواید مطرح بکنین؟ چیزی که برای من خیلی جالبه، در اینترنت یه صفحه فیسبوک هست که خیلی صفحات مختلف راجع به پدرم اونجا هست که هیچ کدوم من شروع نکردم، ولی من با این اشخاص تماس گرفتم و جالبه که این اشخاص همه افرادی هستن که بعد از انقلاب دنیا اومدن و اصلا پدرم رو نمیشناختن. ازشون میپرسم چرا انقدر به پدرم علاقه دارن، جواب میدن که پدرم الگویی برای اونا هست از شجاعت و مردانگی و یک قهرمان برای اونا. این همیشه برای من خیلی جالبه این صحبت این جوانا. مسئول این صفحات خود شما نیستین؟ اصلا همت از این آقایون هست، این چهار نفر مختلف که این صفحات رو شروع کردن، بعدن لطف کردن اسم من رو گذاشتن توش و اصرار میکنن که باشون همکاری کنن، ولی این صفحه های اوناست، همت اوناست، نه از من. و ازشون همیشه خیلی متشکرم برای این کار و خیلی جالبه که مردم چی میمیسن، خیلی خوشحال کننده است. خیلی ممنونم از وقتی که در اختیار ما قرار دادین. یک دنیا ازتون ممنون که این انتره نشون دادین و سوالاتی کردید و خیلی از وقتتون متشکرم. بسیار ما متشکرم. اما نکته اساسی اونجا بودش که به بحث ما هم در مقدمه موضوع امروز ما هم مربوط میشون، اون که دوست داره دیگه، اینو دوست داره، هر کاری هم بکنی اینو دوست داره. یه قولی بود که همه آدم ها رو اینجوری میکرد، از زیر پله رد میشد و یه تنه گفتش که یارو تو آب بود داشت شنا میکرد، بلفلش داشت تعریف میکرد، گفت چی شد؟ گفت کوسه اومد و به سمت شمله بر شد. گفت آخه مرد. گفت نه، کوسه اومد یه دستشو زد. گفت آخه مرد. گفت نه، شنا که یه دست میزد و یه دستی شنا. گفت خب چی شد؟ گفت کوسه اومد یه پای دیگرش هم زد. گفت آخه مرد. گفت نه نه مرد، یه دست و یه پا همجور شنا میکرد. گفت بعد چی شد؟ گفت کوسه اومد یه پاش دیگه شم زد. گفت آخه مرد. گفت نه. گفت بعد چی شد؟ گفت یه دستی شنا کرد اومد. گفت بعد چی شد؟ گفت کوسه اومد یه دست دیگه شم خورد. گفت آخه مرد. گفت نه، اینقدر زرنگ بود همجور بندری شنا کرد تا ساحل. حالا داستان ماست همینجوری میبافه و میره جلو، برای اینکه اون فانده اونجا وجود ندارد، اون عنصر فرهنگی، اون کاری که باید کار می بوده هرگز کار نشد. و امروز همین داستانی که تعریف کرد که بخشش دادگاه بلخ رو برات ترسیم کرد که من گرفتم، گفت خب جرمم چیه؟ گفت جرم نمیخواد اسمتو بزنیم بعد شاکی پیدا میکنی. خب این نمونه دادگاه بلخ است. اما مطلبی رو که فکر کردم بد نیست با هم دیگه دنبال بکنیم، مطلبی است از مجید محمدی تحت عنوان سه جنبش ساختگی و چهار جنبش اصیل اجتماعی. جنبش های اصیل و درونزای اجتماعی در هر جامعه پنج ویژگی دارن. یک، متوجه به تحول اجتماعی هستن. آنها ساختها، هنجارها و ارزشهای موجود در جامعه را فرض نمیگیرند و میخواهند سامان موجود اجتماعی را تغییر دهند. به همین جهت تحت فشار نیروهای قدرتمند اجتماعی خود هستند. همین وضعیت تلویزیون میهن و شرایطی که داره نزدیکه. دوم، نسبت به فرایندها و سیاستهای دولت خود رهیافته، نسبت به فرایندها و سیاستهای دولت خود رهیافته انتقادی دارند و به همین دلیل همان سازی را نمی نوازند که حکومت کشور می نوازند. یعنی در دام ضد اطلاعات اسیر نمی شوند. زین حرفای جگلی پگلی برات نمی زنه که خوشت بیاد. بودش که بیننده گفتم که نه، ما خیلی محقرین تصادفا از این باور. اون خانم فرای که از انگلیس زنگ زد اون میدونه، من اول بار بود صدایشونو میشنیدم، بیش آشنایی هم باهاش ندارم. اما در انگلستان مثلا مجله سان
دیلیسان بود، خیلی تیراژ داره، ولی چی به مخاطبش میده؟ سوم، حرکت های آنها بر اساس مطالبات اجتماعی مردم است و نه مصالح دولت و حکومت، و همین علت توجه و حمایت افکار عمومی یا اخشاری از جامعه را جلب میکنه. چهارم، دغدغه های آنها در حوزه عمومی و نه صرفا حلقات سیاستگزاران و تصمیمگیران بخش دولتی بحث می شود. حکومت ها می توانند صدای آنها را در حوزه عمومی ضعیف سازند، اما این صداها از میان نمی روند. پنجم، نسبتاً دیرپا هستند و با یک موج یا رویداد یا دولت نمی آیند و بروند. بر اساس این پنج ویژگی می توان سه جنبش ساختگی و چهار جنبش اصیل و درونزای اجتماعی را در ایران امروز تشخیص داد. جنبش های ساختگی عبارت از جنبش های ضد تحریم، ضد جنگ و ضد تروریسم، و جنبش های اصیل عبارتند از جنبش های دانشجویی، کارگری، زنان و محیط زیست. سخن نویسنده نیست که جنبش های ضد تحریم، ضد جنگ یا ضد تروریسم جنبش های خوب یا مؤثری در ایران نیستند یا نمیتوانند اصیل باشند. سخن این است که آنچه از آنها تحت این سه عنوان در ایران امروز وجود دارد جنبش های درونزا و اصیلی نیست و بیشتر یک حرکت یا کارزار محدود است تا یک جنبش اجتماعی، جنبش ضد تحریم. یک جنبش ضد تحریم درونزا و اصیل در ایران ابتدا باید تحریم کشور خود علیه کشورهای دیگر را به چالش میکشید، مثل تحریم علیه اسرائیل یا در دوره‌های تحریم‌های ناموفق علیه شرکت‌های آمریکایی یا تحریم گروه‌های بیشماری از مردم ایران مثل بهائیان یا دگراندیشان تحت حکومت ولایت فقیه تا در جامعه و سطح بین‌المللی جدی گرفته شود. اما حرکت ضد تحریم ایرانی پس از دور جدید تحریم‌ها در سال‌های 91 و 92 علیه تحریم کشوری دیگر را یا کشورهای دیگر شکل می‌گیرد. یک جنبش اجتماعی ضد تحریم نیست و هیچ یک از ویژگی‌های پنجگانه را نداره. حرکتی است برای حمایت از رژیم جمهوری اسلامی در برنامه هسته‌ای آن، از سوی طرفداران رژیم، یا حداقل کاهش فشار تحریم‌ها بر کشور از سوی منتقدان حکومت. البته به همین دلیل این حرکت بیشتر در میان نهادهای شبه دولتی مثل اتاق بازرگانی حامیانی پیدا کرده است. تجارت فردا 30 شهریور 92، آن دسته از اقتصاددانان ایرانی که مخالفت با تحریم ها میپردازند در مسئولیت حرفه‌ای خود در نقد برنامه اتمی جمهوری اسلامی از نظر هزینه فایده کوتاهی کردند. این حرکت به کاهش فشار بر مردم منجر نخواهد شد. فشار بر مردم عادی در جمهوری اسلامی بدون تحریم یا با تحریم وجود داشته و وجود خواهد داشت. مردم ایران در اوج درآمدهای نفتی و بدون تحریم همچنان فقیر ماندند، یعنی دو سوم آنها زیر خط فقر، و سرمایه ها از کشور خارج شد، یعنی خروج 600 میلیارد دلار از کشور در 8 سال دولت احمدی نژاد. محمد رضا خباز به خبرگزاری خانه ملت در 27 شهریور 92 گفته برداشته شدن تحریم‌ها تنها روحانیون و سپاهیان و وابستگان آنها را ثروتمندتر خواهد کرد. جنبش ضد جنگ. مدعیان جنبش ضد جنگ در ایران جنگ علیه کشور خودشان را محکوم میکنه، اما جنگی را که کشور خودشان علیه مردم دیگر کشور را انداخته مسکوت میگذارن. جنبش ضد جنگ در ایالات متحده از این جهت قابل توجه است که به مقابله با جنگ این کشور علیه دیگر کشورها میپردازد و سیاستهای سیاستمداران خود را به چالش میکشد. امروز اگر در ایران یه جنبش ضد جنگ وجود داشت باید شاهد تظاهرات یا صدور اطلاعیه آنان علیه حضور نیروهای ایرانی در سوریه و مشارکت آنها در کشتار مردم سوریه میبودیم.
جنبش ضد تروریسم. این جنبش نیز به جای محکوم کردن و حرکت علیه حرکت‌های تروریستی دولت خود به محکومیت تروریست علیه مقامات جمهوری اسلامی در گذشته یا کارکنان این دولت در برنامه هسته‌ای می‌پردازد. جنبش ضد تروریست در ایران در قالب انجمن‌های مثل انجمن دفاع از قربانیان تروریسم عمدتاً به محکومیت سازمان مجاهدین خلق اشتغال دارد و نامی از فعالیت‌های دولت و حکومت جمهوری اسلامی هرگز به میان نمی‌آورد. سه جنبش ادعای مذکور نظم موجود در جامعه ایران را به چالش نمی‌کشد، بلکه نظم موجود در کشورهای دیگه مثل ایالات متحده یا گروه دیگری مثل مجاهدین خلق را به چالش می‌کشد. به هیچ تحول اجتماعی در جامعه ایران منتهی نمی‌شوند یا تحولی را بشارت نمی‌دهند. دولت جمهوری اسلامی از آنها احساس خطر نمی کند. ساز حکومت را می نوازند و معلوم نیست مطالبات اجتماعی کدام قشر اجتماعی را منعکس می سازند و دغدغه آنها با دغدغه های مردم کوچه و بازار نیز منطبق نیست و به عنوان مثال مسئله اقشار فقیر در ایران برداشت شدن تحریم ها برای ثروتمند شدن سپاهیان نیست، بلکه ارزان‌تر شدن مایحتاج آنهاست، کاری که حتی برداشته شدن تحریم ها نیز بدان منجر نخواهد شد. سخن این نوشته این نیست که جنبش های اصیل ضد جنگ، ضد تحریم یا ضد تروریست در ایران ممکن نیستند. سخن این است که سه حرکتی که امروز از آنها سخن گفته می شود جنبش اصیل نیستند و جنبش های و جنبش معرفی شدن آنها و جنبش معرفی شدن آنها باعث ساختگی جلوه شدنشان می شود. همچنین سخن نویسنده این نیست که سه حرکت فوق دولت ساختن، بلکه سخن این است که جنبش اجتماعی نیستن. در مقابل چهار جنبش محیط زیست، کارگری، زنان و دانشجویان در ایران درونزا و اصیلن، چون ویژگی های پنجگانه فوق را دارن. جنبش دانشجویی، این جنبش خواهان دموکراسی و آزادی و عدالت اجتماعی در کشور و فضای باز سیاسی در دانشگاه هاست. ممکن است تصورات اعضای جنبش در گذر زمان نسبت به دموکراسی و آزادی و عدالت اجتماعی تغییر یافته باشد، اما اصل موضوع به جای خود مانده است. نظارت استثوابی، سانسور، فیلترینگ، پارازیت، گزینش‌های ایدئولوژیک، دخالت سپاه در اقتصاد و سیاست و قدرت، فساد و سوء استفاده از قدرت، فراقانون، نظارت ناپذی و غیر پاسخگویی ولی فقیه را در جامعه و حضور بسیج و دیگر نیروهای نظامی انتظامی، نمایندگان نهادهای قدرت، کمیته‌های انضباطی سیاسی و سهمیه‌های حکومتی در دانشگاه‌ها را نفی می‌کند. از همین جهت است که فعالان این جنبش مورد تعقیب حکومت واقع می‌شوند و در موقعیت‌های خوابگاه‌های دانشجو و دانشگاه‌ها مورد هجوم واقع می‌شوند. در ادبیات حاکمان دانشگاه و دانشجو تعابیری آرام بخش نیستند، بلکه از آنها بوی مخالفت و مقاومت به مشام میرسد. این جنبش متکی است بر 7 دهه فعالیت مستمر ضد استبدادی و هزاران زندانی در 2 رژیم پهلوی و جمهوری اسلامی. ترس حکومت از این جنبش تا حدی است که در دانشگاه ها ده ها گروه نظامی و شبه نظامی شکل داده و صدها دانشجو را از تحصیل محروم کرده است. جنبش زنان، جنبش زنان در ایران اهداف رفع تبعیض در خانواده و جامعه، تریبون ها و چهره های شاخص خود را داشته است. هیچ یک از تصمیم گیری یا قانونگذاری حکومت ها حرکت 100 سال این جنبش را متوقف نکرده است. در طول این 100 سال بسیاری از زنان و مردان به این جنبش پیوستند یا آن را رها کردند، اما خط اصلی جنبش که مبارزه با تبعیض بوده رها نشده است.
این جنبش نیز همانند جنبش‌های کارگری، محیط زیست و دانشجویی، زندانیان، چهره‌های بارز، کارزارها، ضد جنبش‌ها، سازمان‌های واکنشی، سرکوب‌ها و رویدادهای خاص خود را تجربه کرده است. جنبش کارگری علارغم همه فراز و نشیب‌ها و همه فعالیت‌های حکومت برای برساختن سازمان‌های کارگری خودی، همون شوراهای اسلامی کار، جنبش مستقل کارگری در ایران در 35 سال گذشته مثل دوره پهلوی به فعالیت خود ادامه داده است. در دوره‌های این جنبش تحت تأثیر ایدئولوژی‌ها، یه دوره مارکسیستی، یه دوره اسلامگرایی قرار گرفت، اما بعداً راه خود را مستقل از آنها در پیش گرفته است. به همین دلیل است که علارغم ممنوعیت فعالیت‌های سندیکایی و فشار وزارت اطلاعات بر سندیکاهای مستقل، به طور متداوم شاهد اعتراضات کارگری به نقض حقوق کارگران هستیم. هیچ گروه و سازمان سیاسی و هیچ رویداد سیاسی در ایران نمی‌تواند توهی از طرح مطالبات کارگری باشد، همچنان که نمیتواند مطالبات دانشجویان، زنان و فعالان محیط زیست را نادیده بگیرد. اما جنبش محیط زیست علارغم فضای امنیتی کشور، روزی نیست که صدایی از هواداران محافظت از محیط زیست در نقاط مختلف کشور به گوش نرسد. همونطور که بحران‌های محیط زیستی در کشور جدی هستند و زندگی روتین مردم را مختل می‌سازند، هواداران محافظت از محیط زیست نیز با جدیت به فعالیت خود ادامه می‌دهند. روزی در پاکسازی کوهشا در بافت کرمان، روز دیگر اعتراض به آلودگی هوا در عراق، روزی اعتراض به آلودگی ناشی از پساب یک کارخانه در زنجان و روز دیگر گرد همایی برای مقابله با خشک شدن یک دریاچه در ارومیه. و این جنبش نیز همانند جنبش زنان و جنبش دانشجو و کارگری نه تنها خانه یک تحول اجتماعی محسوس است، بلکه خود به بخشی از این تحول اجتماعی تبدیل شده است. یعنی اینکه دولت فاسد، نظام فاسد جمهوری اسلامی در طول این مدت حیات ننگین خودش همواره تلاش کرده که یه چیزی رو خودش برای تو درست کنه. من همیشه به این نکته اشاره کردم که میگم خودم بهت میدم چی میخواد، خودم برای تو درست میکنم، داریش میدم خودم یه دونه بهتر شده. اینا هیچ کنون اصیل نیستن، به همین دلیل نمیتوانن، ناموفق است. عده قلیلی تو اون جامعه از این نظام فاسد در حقیقت منتفع می شوند. اکثریت مردم تحت فشار و عذاب هستند. به حال به پایان آمدیم دفتر، ولی حکایت همچنان باقی است. اجازه می خواهم از حضورت مرخص بشم، ولی بریم بخشای بعدی این مناظره یا این چیزی که آقای مشیری و آقای میبودی شروع کرد، چی نوریزاده با هم شروع کردن رو با هم دیگه ببینیم. امیدوارم که کمکی بکنن. یادت باشه یک موضوع اصلی وجود دارد و اون زمینه علوم انسانی است. ما در اونجا بسیار بسیار نه تنها ضعیف، بلکه عقب افتاده هستیم نسبت به اون جایی که باید قرار می گرفته بودیم. بازم تشکر میکنم از شما. گفت در پایان برنامه درخواست کمک مالی بکن، اما یکی گفت نکن. به هر حال ما در مضیقه مالی هستیم و به راستی گاهم فکر میکنم که یه جایی قبل از اینکه بیان دستمونو بگیرند و از اینجا بنزن اون بیرون، خودمون سرمونو بنزیم پایین مثل آدم از این در بریم بیرون. امیدوارم که اتفاق نیفته، ولی این صورت نمیپذیرم مگر اینکه شما به یاری ما بیایید. ممنون و متشکرم.